دوازده همه شوال سال روز در گذشت اوجوبه دوران شیخ بهایی است. شیخ بهایی عالم شیعی قرن دهم هجری قمری نمونه کامل عالم اسلامی بود که به علوم مختلف زمان خود تسلط داشت. یونسکو سال 2009 به پاس خدمات شیخ بهایی به علم ستاره شناسی نام او را در میان مفاخر ایران و لبنان ثبت کرد. به گزارش همکارم علی اکبری در این زمینه توجه فرمایید بهایدین محمد ابن حسین آمولی مشهور به شیخ بهایی هشتم اسفند 925 شمسی در بالبک لبنان زاده شد پدرش از شاگردان شهید سانی بود و خانواده او از خانواده های شیعه مشهور جبلامول و نسبت او به حارث حمدانی از اصحاب امیر علی علیه السلام میرسد. پدر شیخ بهایی به دعوت شاه تحماس به صفوی به ایران مهاجرت کرد و در شهر قزوین رحل اقامت افکند و این در حالی بود که دین فقط 13 ساله بود. قزوین در آن سالها مرکز علم و دانش و ترویج معارف اهل بیت علیه مسلم و پایتخت تخت صفویان بود و به همین مناسبت بهای دین نوجوان خیلی زود به حلقه درس و بحث و علم آموزی وارد شد حسن ارتباط پدر شیخ بهایی با سلاطین صفوی به او هم تسری یافت و پس از انتقال پایتخت صفویان از قزوین به اصفهان شیخ بهایی نیز به اصفهان رفت و کرسی تدریس خود را در این شهر برپا نمود از برجسته ترین شاگردان شیخ بهایی می توان به ملا صدرا، ملا محسن فیض کاشانی، محمد تقی مجلسی، مشهور به مجلسی اول، محمد باقر سبزواری، مشهور به محقق سبزواری، سید رفیع الدین محمد طباطبایی ناینی و غیره اشاره کرد. شیخ بهایی در حکمت، فقه، نجوم، ریاضیات، شعر و ادبیات، مهندسی، هنر و فیزیک نمونه کامل عالم اسلامی اصر خود و قرون بعد بود. 96 کتاب بر رساله از شیخ بهایی در علوم مختلف برجامانده است که به زبانهای زنده دنیا نیز ترجمه و مورد بهره برداری و تحسین دانشمندان غربی هم قرار گرفته است. شیخ بهایی در زبان و ادبیات عربی هم دانشمند برجسته ای بود و کتاب فواد و سمدیه او از دیر باز جزو کتب درسی مقدماتی حوزه های علمی است. شیخ بهایی یکی از نخستین منجمانی بود که امکان حرکت زمین را قبل از انتشار نظریه کوپرنیک مطرح کرده بود. اشعار فارسی فراوانی از شیخ بهایی چهار قرن پس از رهلت آن بزرگ مرد همچنان جزو ماندگارترین و محبوبترین اشعار فارسی محسوب می شود به ویژه شعر مشهور تاکی به تمنای و سال تو یگانه اشکم شود از هر موجه چون سیل روانه خطاب به امام زمان عجل الله تعالی فرجه سروده شده است. شیخ بهایی در دوران چهار پادشاه صفوی همواره مقرب درگاه سلاطین این سلسله به ویژه شاه عباس کبیر بود و از این ارتباط خود برای توسعه شهری و آبادانی ایران و گسترش معارف شیعه و گره گشایی از امورات مردم و رفع مظالم امت بهره می شیخ بهایی در دوازدهم شب وال هزار و سیه هجری قمری مصادف با هشتم شهریور هزار خورشیدی و سیوم اوت هزار و سد و یک میلادی در اسفهان درگذشت و بنا به وصیت آن مرحوم در جوار حرم امام علی ابن موسر رضا علیه السلام در مشهد به خاک سپرده شد روحش شاد علی اکبری اخبار شیعه